میپرسم به نظر شما بزرگترین عامل بازدارنده انسان چیه؟ شما هزار و یک جواب به ذهنتون میرسه ولی من یک جواب بیشتر براش ندارم من هم ترس هست یک لحظه تصور کنید که انسان در نهادش ترس نداشت از هیچ چیز نمیترسید اصلا خودتون رو یه لحظه تصور کنید که از هیچ چیز در این جهان نمیترسیدید چی کارا که نمی کردید چه قدم های بزرگی که بر نمی داشتید؟ چه پروژه های عظیمی رو که به نتیجه نمی همین شما با همین ویژگی ها با همین کاراکتر با همین تجربه ها اما ترس مانع بسیاری از حرکت های شما تا به امروز شده و در نتیجه مانع بسیاری از نتایج شما امروز در این ویدیو میخوام مفصل از این موضوع صحبت کنم که موفقیت در هر حوزه‌ای پشت دیوار ترس قرار داره همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر است من در یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت میکنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید چه فرصتی بهتر از الان دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو هم باخبر بکنه نوبت کامنت نویسی هست و میخوام بدانم که آدم ترسویی هستید یا نه چقدر میترسید از چی میترسید چرا میترسید و اینکه اگر بتونید مثال یک آدمی که هیچ وقت در عمرش نترسیده و جلو رفتار رو هم برام بیارید فوق العاده میشه خب وقتش رسیده که ترس رو کنار بگذاریم دیشب از چی صحبت کردیم دیشب از این صحبت کردیم که وقت کم آوردن نیست و باید ادامه بدیم چه ویدیویی هم از آب در اومد چقدر کامنت خوب و ارزشمند داشت خیلی خیلی ممنونم امروز به نسبت تایمی که داشتم به کامنت جواب دادم خیلی خیلی بی نهایت از شما سپاس گذارم امروز هم میخوام بگم که خب حالا که راه افتادیم و نمیخوایم کم بیاریم وقتشه که نترسیم وقتشه که نترسیم چون اگر راه ما رو فرا میخواند اصلی ترین عاملی که مانع حرکتمون خواهد شد ترسمون هست بیاید در مورد ترس با هم صحبت کنیم آقای آیدین نامدار آیا خودت آدم نترسی هستی آره 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 صادقانه میگم که من آدم نترسی هستم و یک مکانیزمی در ایمان و باورم وجود داره که هر چه جلوتر میرم لا خوف علیهم ولا هم یحزنونه یعنی هر چه جلوتر میرم باورم بر این اونهایی که نزدیک هستند اونهایی که متصل هستند نه ترس آینده رو دارند نقمه گذشته رو بذارید اینجا به کامنت دو سه نفر از دوستان هم جواب بدم که گفته بودن آقا ما که به خدا باور نداریم باید چیکار کنیم والا من نمیدونم من نمیتونم کمکی بکنم من جوابی براتون ندارم یعنی همه آنچه که من در این کانال صحبتش رو میکنم ما حسله. در واقع دعوت به یک اتصال هست دعوت به یک ایمان هست و اگر یک نفر دیگه مبدع رو باور نداره خدا رو باور نداره واقعا من نمیتونم براش کاری بکنم اما اگر باور دارید اگر اتصال رو باور دارید اگر جزو یومنونه بالغیب هستید از اینجا به بعد داستان ترس برای شما دوست خوب من متفاوت خواهد بود ببینید دوستان من آدم مذهبی هستم نمیخوام شما چنین برداشتی از کلام من داشته باشید من دارم از اتصال به منبع انرژی با شما صحبت میکنم هر اسمی هم میخواید روش بذارید من اسمش رو خدا میگم و از اونجاست که ترس از بین میره خب بیایم یه مقدار مکانیزم ترس رو بشناسیم بعد بریم تو دلش ترس از کجا میاد؟ ترس ذات ذهن بشر هست برگردیم به میلیونها سال قبل که بشر اولیه در غار زندگی میکرد و باید دنبال غذا میگشت میرفت غذا پیدا نمیکرد از سرما میمرد از گرما میمرد حیوانات وحشی میخوردنش و بر نمیگشت ما بازمانده نسل انسانهای اولیه ای هستیم که ترسیده و نرفته برای همین هم ترس در وجود ما نهادینه هست ترس مکانیزم ذهن ما برای عمل نکردن هست برای انجام ندادن هست برای اقدام نکردن هست که آمده در ترمینولوژی علمی اسم شده ریسک که محاسبات داره و میزان ریسک رو محاسبه میکنن و ولی خب داستان اینه که امروز چقدر این مفاهیم به درد شمایی بخوره که میخواید یه اقدامی بکنید میخواید یک حرکتی رو انجام بدید ببینید دوستان ما در مورد آدم ترسو و آدم نترس یه خطا داریم یه برداشت اشتباه داریم آدم نترس به کسی نمیگن که نمیترسه اصلا چنین چیزی ناممکنه همه ی آدم ها از هر آنچه که شما ترسیدی تا امروز یا میترسید میترسند در واقع این کد مشترک ذهن همه انسان ها هست تفاوت آدم نترس با بقیه اینه با وجود ترس اقدام میکنه نه که نمیترسه ها آدم نترس با وجود ترس اقدام میکنه دم دستی ترین مثالی که میتونم برای شما بیارم این چیزا هستن از اون ارتفاع میپرم پایین نمیدونم اسمش چیه میدونستم ها یادم رفت تناب میبندن از یه ارتفاعی شخص میپره پایین خب همه آدم ها اون لحظه میترسن همه همه انسان ها میترسن مگه میشه نباشه مگر اینکه دیگه بار پنجاهمش باشه داره میپره بار صدمش داره می باشه که داره میپره ولی اگر بار اولش باشه همه ی انسان ها میترسن یه گروهی اون تناب رو باز میکنن میگن ما نخواستیم اون خودتون خوشحال شدیم نمیخوایم اما یه عده با وجود ترس میپرند چه اتفاقی میفته؟ پنج ثانیه است، ده ثانیه است دیگه تا بره برسه و این از تا بیفته و بکشم بالا و بازش کنم بگو شما مثلا 20 ثانیه بعد از 20 ثانیه اون آدم دیگه آدم قبل 20 ثانیه نیست یه تجربه سقوط آزاد داشته یه تجربه غلبه بر اون میزان از ترس داشته و به اون آدم میگن نترس وگرنه شما تو اون ارتفاع زربان قلب بگیرید همونه مال ترسو و نترس یکیه آدم نترس با وجود ترس اقدام میکنه حالا این مثال مثال فیزیکی و مثالی هست که در طبیعت جاری هست و خیلی ملموسه مثال غیر فیزیکی چیه؟ میخواید در جمع اظهار نظر کنید میدونید حرف برای گفتن دارید اما این دسته بالا نمیاد چون می ترسید می ترسید مسخره بشید می ترسید ترد بشید می ترسید حرفتون خریدار ندا... نداشته باشه می ترسید اصلا حرفتون غلط از آب در بیاد این وسط یکی دستشو بلند میکنه دستشو بلند میکنه حرفی رو میزنه که شما گذاشته بودین تو ذهنتون تشویقش میکنن مدیر میگه یه لحظه شما تشریف داشته باشید فردا روزو نادم میاد ارتقاء درجه پیدا میکنه ما نترسیدنش بوده ما اقدام با وجود ترسیدنش بوده اصلا شک نکنید که اون آدم هم زربانش به اندازه شما داشته میزده در اون لحظه پاهاش به اندازه شما داشته میلرزیده مگر اینکه دیگه خبره این کار بوده باشه ولی مسئله این هست با وجود ترس باید اقدام کرد ببینید دوستان اگر ایمان قوی باشه اگر ایمان قوی باشه مگه میخواد چی بشه اصلا بدترین اتفاقی که در اثر حرکت اتفاق میتونه بیفته چیه یه ایده تو ذهنتونه میخواید اقدام بکنید اون بالاترین خطای ممکنتون چیه اون بالاترین سیاهی که ازش میترسید چیه من به شما میگم هیچ اتفاقی نمیفته برید حتی همونجا هم وایستید و همون خطا رو انجام بدیدم هیچ اتفاقی نمیفته اما اگر حرکت کردیم و این اتفاق نیفتاد چی؟ اگر حرکت کردیم و ترس اصلا اتفاق نیفتاد نود و پنج درصد ترس های بشر اتفاق نمیفته نود و پنج درصد ترس های شما تا به امروز هم اتفاق نیفتاده پس از چی میترسید؟ اگر ایمان دارید اگر قرص و محکم هستید اگر بلد هستید اگر پشتتون به یک انرژی پشتتون به... به یک منبع لایزال هدایت و حمایت وصل هست چرا نشستید؟ چرا اون دوره رو شروع نمی کنید؟ چرا اون وبسایت رو راه اندازی نمی کنید؟ چی شده که اون چنل یوتیوب رو راه اندازی نمی کنید؟ چرا اون محصول رو تولید نمی کنید؟ چی شده که نمیرید فرم در یک شرکتی پر بکنید؟ اصلا چرا کارمندی رو نمیذارید کنار کسب و کار خودتون رو راه نمیندازید؟ به خاطر ترس. به خاطر ترس ترس نقطه مقابل ایمان هست و همه موفقیت ها و همه نتایج و همه حال خوب ها پشت دیوار ترس قرار دارد. یا این ور دیوار ترسید ترسو هستید هیچ نتیجه نساختید هیچ کاری از پیش نبردید در اون موضوع مشخص یا پدیدید اون ور دیوار ترس که من به شما میگم زمینش بسیار سرسبز بیش از اندازه زیبا هموارتر از چیزی که فکر میکنید و حمایتگران و هدایتگرانش هم بیش از اندازه باید پرید باید از این دیوار ترس پرید عین تو آب پریدم میمونه ها انگشتم و بزنم و چه میدونم یه ذره آب وردارم بریزم روشونم بابا بینی رو میگیری میپری توش میپری توش آقای نامدار آیا من رو دعوت میکنی به اینکه بیگدار به آب بزنم نه داستان بیگدار به آب زدن نیست داستان بیش از اندازه احتیاط نکردن هست داستان پشت دیوار ترس نماندن هست از یه جا باید شروع کرد و اولین اقدام شما کشتن ترس های درونیتون هست آخه نمیشه و آخه وضعیت اقتصادی و آخه قیمت دلار و آخه رقبا و باشه میدونم با همه این آخه ها باید اقدام کرد قطاری که راه نیفته مثال قطار داره میشینه ها خیلی قشنگه دیشب هم زدیم امشب هم داریم میزنیم خیلی خوبه قطاری که راه نیفته بهش به به جا نمیرسه وقتی هم که راه افتاد بله خرابی داره سنگ میندازن بهش سربالایی داره سوخت تموم میکنه ولی میره این ایرادات رو برطرف میکنه و میره هزار بار گفتم و یک بار دیگه هم میگم تو هیچ مپرس و پای در راه بنه خود راه بگویدت که چون باید رفت به راه ایمان بیارید دوستان به حرکت ایمان بیارید به اونی که نقشه رو چیده ایمان بیارید به خودتون به عنوان رهرو ایمان بیارید این جملات جملات آدمیه که از اصلا زده دیوار ترس رو شکونده ترکونده و چه نتایج قشنگی چه نتایج قشنگی به شما میگم دوستان آن سوی دیوار ترس همه یه نتایج وجود داره این ورش خبری نیست این ورش میدونید چیه یک عده کثیری آدم قرقرو که اقدام نکردن منتظره یه شنبن منتظر یه آخر ماه هم منتظرم پولی دستشون بیاد اون ور دیوار ترس یه آدم دونده روبه جلو بعد دیوار ترسم یه دونه دوتا نیستا میرید جلو یکی دیگه است میرید جلو اون یکیه میرید جلو اون همه رو باید بترکونید و جلو برید آخرش مرگ دیگه بذار من آیدین نامدار اقدام بکنم و بمیرم نه اینکه بشینم و بترسم و بمیرم آخرش مرگ دیگه بالاتر از CIAی که رنگی نیست که نگران هر چیزی هستید اتفاق نخواهد افتاد نه ترسید و اقدام کنید اینجا پایان این ویدیو است یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر رو پیشنهاد میکنه یکی رو انتخاب بکنید و بریم با هم جلو اگر همین چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید یه دکمه سابسکرایب یه دکمه زنگوله منتظر نظراتتون هستم ممنون تا اینجا همراه بودید تا درود بعد در پناه حق بدرود خدا نگهدار